سلام، اسم من جو مورفی، یکی از هماهنگ کنندگان القای زایمان در بیمارستان‌های آموزشی ترست لیدز هستم. هنگام تلاش برای القای زایمان، دهانه رحم باید به اندازه کافی باز باشد تا کیسه آب پاره شود که پاره کردن مصنوعی غشای آمنیونی یا ARM نام دارد. اگر این کار در آغاز القا امکان پذیر نباشد، یکی از دو روش برای باز کردن دهانه رحم را میتوان استفاده کرد که پروپس یکی از آن روش هاست. پروستاگلاندین ها هورمون هایی هستند که به طور طبیعی هنگام زایمان و پس از جداسازی غشای جنینی از سگمان تحتانی رحم توسط بدن آزاد می شوند. پروپس دستگاهی هورمونی است که از پروستاگلاندین های مصنوعی تشکیل می شود. این دستگاه شبیه تامپون کوچک مسطحی است که هنگام معاینه درون واژن قرار داده می شود و بعد پشت دهانه رحم می نشیند و به تدریج پروستاگلاندین ها را آزاد می کند و باعث نرمی دهانه رحم و انقباض آن می شود. پروپس تا 24 ساعت در جای خود باقی می ماند مگر اینکه زایمان آغاز شود یا مشکلات دیگری پیش از آن به وجود آید. خارج کردن آن مانند خارج کردن تامپون است، بنابراین هنگام خارج کردن آن ناراحتی ندارد. پس از جایگذاری پروپس باید نیم ساعت در تخت بمانید و سپس شما را به حرکت کردن تشویق می‌کنند، چون به تحریک زایمان فعال کمک می‌کند. گاهی دردهای شبیه پریود احساس خواهید کرد که شدتشان از انقباضات کمتر است، که شاید به انقباضات زایمان منجر شوند یا با از بین رفتن اثرات پروستاگلاندین ها از بین بروند. اگر احساس راحتی ندارید به مامای خود بگویید تا درباره گزینه‌های تسکین درد با شما صحبت کند. اگر واجد شرایط القای سرپایی هستید، می‌توانید با پروپسی که جایگذاری شده است به منزل بروید و پس از 24 ساعت برای معاینه مجدد به بیمارستان برگردید. اگر پس از پروپس اول دهانه رحم به اندازه کافی باز نشده یا کیسه آبتان پاره نشد، شاید پروپس دوم برای 24 ساعت دیگر پیشنهاد شود. اطلاعات بیشتر درباره پروپس را می توانید در بخش القای زایمان در برگه راهنمای بیمار بیابید یا از ماما یا متخصص زنان و زایمان خود بخواهید.